معتقدم که نوشته خود آخونده. بعضی آخونده خودشون مطمئنن اهداف و اغراض. من معتقد نیست. اولا که همچی چیزی نیست و همچی چیزی نیست و به هیچ واسه الوجود علازدم اصلا اگر از من مدتی که من ریایی که ستاد بودم توشون تنهایی اخصاری بودم که خب به اعلال اعلال اختیاری در تنهایی میتوانستم در به ایشون مخالفت کنم یا باهاشون حرف بزنم و به سلا واجب مسائل مختلف هایی اگرم دستوراتی میدادن به سلا سعی بکنم بهترش بکنم یا اگر ایرادی داره به عرضشون برسونم خودشون نایمه من خواستن کنار رو بگذارن بحانه کردن که چه گفتی من شهرت را در دوست دارم وقت همین دیگه پس ایراد گرفتن تمام ایرادی گرفتن واسه این بکنه یه جرسی من گفتم که علازه اگه شام نبود من مثل برادر رو تشون میداشتم بعد فهمودن سرگوته بودن شا برادر کسی نمیشه عجیبه ما دوباره دک کرده واسه اینکه گفتی شما رو دوست داریم نه به علاقه اینکه علاقه دیگه هم ندست کودتا مودتا و مزخرفات هست از تو کله فقط فردوست و کله ناظم خلق کرده اصلا ولی فردوست میگه من باور نکردم همین خواهد اینو به شا نگفتم فردوست میخوری اصلا ناظم کی بود اصلا ناظم کی بود اصلا که بود فکر نمیکنین یه توطئه بود همون موقع تاریخ طرف ناظم برای شما چیده بوده فکر نمیکنین خود من قوخی که من اصلا ناظم از سادگیش استفاده کرده باشن یا از برنگیش که این حرف رو بیاد به شما بزنه ناظم یه چیز هم نیست آدم ساده هم نیست آدم خری هم نیست منطقه یه خواستایی کرده دیگه آدم یه چیزی گفته حرفو به شما زده بوده یا نه تون خونه از اون نزده بوده تاریخ رو چطور اینا حرف دادهشون بخواد خودشون من اصلا آدم کودتاکی نیستم من اصلا من علازت دوست داشتم علازت خاطره شنم هنوز هم دوست دارم برای دارتا البته معایب و نواقعی که در کارشون بود البته این طور نیستی اصلا نبینم و نگویم و اینها ولی صداقت اینی کردم حتی حسن و حسن اگرم نباوسی داره بگی درست صداقت اینه بله بله آدم که نباید مطیع باشه مثل بختیشی ولی من نسبت به علازت همیشه صدیق و همیشه مطیع و صدیق بودم و هیچ وقتا بوچکتر قدمی علیه ایشون نبرداشت از همی سوشن تصور بکنم که بتوانم علیه ایشون قدمی بردارم نه خیلی به ایش برد تیمسان من باز برای خود نیست وقتی دیگه که میگن از قول شما نقل میکنن عجیب مدتی تو پاریس اینا شایع شده تو خود ایران هم شنیدم که مطبوعاتی نقل کردن که شما چنین چیزی فرمودین که فکر نمیدونم درست باشه بیان که تیم سرجم گفتن که انقلاب ایران رو یک سری اراذل و اوباش کردن یعنی مردم از رهبران شرف نمیزنیم این روزنامه های چیز نوشتن اینه رسالت و کیهان و نه روزنامه های کیهان و میهان های نوشتن این روزنامه های چند تا شاه اللهی ها نمیدونم که در کانادا چاپ میشه اینا برداشتن نوشتن من در یه جوابی که به قرباقی نوشته بودم در اونجا برداشتم نوشتم که منم اسم عرض لوباش گفتم عرض لوباش کیا هستن نگفتم که همه تمام ارتش عرض لوباش یا مردم عرض لوباش بودن عرض لوباش عبارت کیا بودن از اون درجه دارا و افسرهای سربازه بودن که در همون موقع که مملکت احتیاج داشت گذاشتن فرار کردن همافرهایی بودن که بلند شدن و نمیدونم در رفتن به انقلاب پیوستن نمیدونم این آدم های استاد های دانشگاه و نمیدونم اینا بودن که عکس خمینی رو تو ماه دیدن من اینا البته اون وقت هم عوض لباس میدونستم هنوز هم میدونم بله ولی مردم ایران رو شما نظر نداشت آفرین شهر بکشی حقیق بله اونا البته میخوان تعریف میکنن اینا من نوشته بودم اینا شرافت سربازی نداشتن یعنی کیا یعنی همینا که در رفتن همینا که روزی 3000 تا 4000 تاشون پستشون رو بل میکردن در میرفتن سربازا درست سربازا در میرفتن
اصلا دیگه اثرشون رو ول میکردن، احترامشون رو ول میکردن، پرچمشون رو ول میکردن، وظیفهشون رو ول میکردن، فرار میکردن. برای اینکه خامنه‌ای دستور داده بود، گفته بود که ول کنین برید، این اصلاشون رو میریختن و میرفتن. اینا شرافت سربازی دارن، نمیدونم یا همافرا شرافت سربازی داشتن یا اونایی که احترامشون تو نارخوری برن به تیر ببندن شرافت سربازی دارن. من اونا رو گفتم که اینا شرافت سربازی نداشتن. حالا ایشون رو داشتن تو روزنامه های نمیدونم پرتو ایران و نمیدونم اون آقای نمیدونم کیه سیاش وشیری در پاریس برداشتن و اینا میگن که بله بزر همه ملت ایران چیزی یا آتا ایران چیزی مدار و من بله من معتقدم اینایی که این کار رو کردن اینا آدم های اصلا بی آدم هایی که شرافت سربازی نداشتن، اینا آدم های بیشرفی بودن. یه نکته دیگه که سر جمع میگن که اینا که تو بهتون مصاحبه کردن اینا هم نمیدونم آقا رادیو امریکا اینا هم نوشتن و بعد یادم نیست کجا خوندم میگن که تیم سرجام یک پرسش رو تالا پاسخ ندادن و اون این که اگر ایشون خودشون رئیس کل ستاد میبودن چه میکردن؟ نه اگه میبودن چه میکردن در اون هنگامه؟ حالا که نبودم من، اگه بودم میدونستم چه کار بکنم. یعنی نبودم اگه بودم هم البته باید علازت بالاخره فرمانده علازت بودن. خب نبودیشون که رفته بود خارج به همه دستشون نه که علازت رفتن وقتی دیگه که موقعی رفتن که دیگه کار از کار گذشته بود. ولی وقتی که بودن وقتی که همه وقایی که در اولش که اغلاف شده شد همون موقع آتش باید به کلی در اقدام میشه بیگه در همون ابتدا قبل از شریف امامی در فرانسه تشریف دارید باید بدونید که اتحاد یورجاستی که میگن بله اتحاد یورجاستی کار میکنن در الجزیره و دوگل اینا چی کار کردن در نفهمی فرانسایی ها که شد استادن چی کار کردن اینا اتحاد یورجاست و اتحاد یورجاستیج اینا وضعیت هایی که پیش میاد و باید ارتش هم وظایف ایران انجام بده. متاسفانه حکومت نظامی اعلام میکردن که البته لغت بیمعنیه، برای اینکه حکومت همیشه حکومت دولته، اصلا حکومت نظامی میفرونتر اختیاراتیست که از وزارت کشور اجرا جنگ داده میشه، کسیش هم حکومت نباید بگذارن. پس اعتاد یورجازی از وضعیت استثنایی پس اینا را اون موقع هیچ کاری نمیکردن دیگه. تمام این آخونده رو نمیدونم با تحدیه نمیدونم بازار تمام این مخالفین تو سیمان آزاد نشسته بودن فعالیت میکردن، هیچ کس هم بهشون حرفی نمیزد. بله یه نفر از این رهبرها رو هم نگرفتن، زندانی نکردن، هیچ کاری نکردن، هیچی چه اوهو مثل نظامی مسخره بود که حکومت نظامی میکردن و هر روز هم مرکا دلشون مخواست میکردن. شما معتقد نیستین که اینا تصمیم گرفته بودن انگلستان و امریکا که ایران انگلستان و امریکا تموم بشه کارش بسترن؟ من اول چیزو بخونید که یه درستی شیده درستی تا اخیران نوشتن. من بخواهم بگه خود صورت کتا بکنم. گفتن که اصلا ایران یه دیار رقی بود شده بود. چی گفته اینا؟ همین نماینده های امریکا و انگلیسی اینا قطعه یه دیواری بود که دیگه ثباتش از بین رفته بود، لغ شده بود. منتها حالا مسئله برای غرب و شرق این بود که شرقی ها دلشون بخواست این دیوار دیگه غربی ها خراب کنن یا غربی ها خراب کنن روی شرقی ها. خب مبارزه سر این بود. اینا عامل غربی ها عاملشون فقط این بوده که عواملی که داشتن همون آخونده بودن یه تلنگر بزنن که دیوار از اون ور بیفته. تو افتاد چه شد؟ چه افتادنی؟ غرباوی اول شما با ایشون هم که سالیان سال تو من شنیدم دوستی و رفاقت دارید و زمانی که دانشکده افسری بود من میشناختمش تا من تا همین حال تا همین اواخر. ما در همین شماره جدیدمون هم که در بیاد یک گفتگوی هم با ایشون داریم که خدمتتون میرسه. ولی اگر احساس میکنین که ما بتونیم مثلا کدورت ها از بین بره در این من اصلا کدورتی ندارم در این رابطه که اصلا قضیه دیگه قضیه که هم مملکت ما رفته و تمام شده و آتش هم